خانم های بارداری که پیش ما مراجعه میکنن دست و بال ما یکم بسته است برای شروع درمان، چون بارداری یه مکانیزم فیزیولوژیکی که در بدن رخ میده و از همه مهمتر یک موجود زنده دوم تو بدن مادره که باید تمهیدات لازمی رو بیاندیشیم که کمترین آسیب به مادر و از همه مهمتر به جنین وارد شه. بنابراین تو ماهای اصلی که معمولا ما هفته دوم تا هشتم بارداری رو در نظر میگیریم که همه ارگان ها به ویژه مغز و قلب در حال تکثیره، ترجیحاً میگن هیچ دارویی استفاده نشه. بعد از اون یکم دست ما بازتر میشه برای شروع درمان. معمولا درمان برای فشار خون بارداری رو درمان های خوراکی و تزریقی ما در نظر میگیریم و شایعه ترین درمان خوراکی که برای خانم های باردار در بارداری معمولا استفاده میشه که به کرات اسمش رو همه بیماران شنیدن، قرص متیل دوپاست که معمولا داروی ضعیفیه. از چندین سال قبل طبق گایدلاین ها سیف ترین دارو در بارداری قرص متیل دوپاست. اما دو مسئله بسیار مهم داره این قرص. یکی این که احتمال افسردگی بعد از زایمان رو بیشتر میکنه. یکی هم مشکل بسیار مهمش دیوایدد بودن این داروه، یعنی بیمار باید روزی 3 الی 4 بار این دارو رو مصرف کنه که اثر بخش باشه، بتونه فشار خون سیستمیک رو کاهش بده، خطرات فشار خون سیستمیک رو برای مادر باردار کاهش بده.